دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنونم که مثل همیشه باز هم فارسی مدیا رو انتخاب کردید. لطفاً کسایی هم که برای اولین بار همراه فارسی مدیا شدن ما رو سابسکرایب کنن. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با فواید خودارضایی و عوارض جبران ناپذیر آن برای سلامتی بدن صحبت کنیم. با ما همراه باشید. در این ویدیو به پیرامون خودارضایی، عوارض جبران ناپذیر خودارضایی پرداخته شده است. برای آشنایی کامل با ما همراه باشید. خودارضایی نوعی تحریک جنسی به شما می آید که نیازی به پارتنر ندارد. امروز با زیاد و در دسترس بودن عوامل محرک جنسی، شیوع خودارضایی به خصوص در گروه سنی جوانان و نوجوانان بسیار افزایش یافته. متاسفانه در دسترس بودن شبکه‌های اجتماعی حاوی مطلب مستعجم و فیلم‌های پورن موجب تسهیل این امر شده است. مسائل دینی و اعتقادی ما در دین اسلام سبب شده که خودارضایی در فرهنگ ما به عنوان یک تابو به شمار بیاید، اما اگر خارج از دین نیز به این مسئله نگاه کنیم می‌بینیم که در اکثر نقاط جهان از این کار به دلایل مضرات بسیار زیاد این عمل که از نظر علمی نیز ثابت شده است مردم از انجام عمل خودارضایی نهی می‌شوند. آمار خودارضایی در ایران و جهان. بنابر تحقیقات به طور میانگین 88% افراد بالغ 16 سال تا 50 سال در دنیا به طور ماهانه حداقل یک بار خودارضایی می‌کنند. این آمار در ایران 3% بیشتر است. عموماً تحقیقات نشان می‌دهد که خودارضایی در زنان بیشتر از مردان شایع است و ترک خودارضایی نیز در جنس مؤنث به مراتب آسان‌تر از جنس مذکر است. عوارض خودارضایی. مورد اول، احساس خستگی مفرط اولین عارضه چشمگیر خودارضایی است. هر کسی که خودارضایی را تجربه می‌کند متوجه می‌شود پس از آن به شدت احساس خستگی می‌کند. بدن در طول خودارضایی مقادیر زیادی از مواد مغذی خود را از دست می‌دهد و همین مسئله سبب می‌شود فرد احساس خواب‌آلودگی کند. اگر خودارضایی ادامه پیدا کند و یک عادت مخرب تبدیل شود، به مرور زمان این ضعف در بدن تثبیت می‌گردد و به حالت عمومی و دائمی شخص مبدل می‌شود. به خطر انداختن سلامت استخوان‌ها با خودارضایی. در خودارضایی کلسیم بسیار زیادی از بدن خارج می شود و مداومت بر انجام این کار منجر به پوکی استخوان و احساس درد شدید در استخوان ها می شود. بریم سراغ مورد بعدی، مسائل روحی روانی مخرب خودارضایی. شاید یکی از مخرب ترین آثار خودارضایی را بتوان تاثیر مستقیم آن بر روی سلامت روان برشمرد. خودارضایی می تواند عاملی برای ضعف اعصاب و پرخاشگری باشد و حساسیت فرد را به محرک های آزاردهنده افزایش دهد، زیرا در اثر این کار مراکز عصبی و قدرت در مغز و هیپوتالاموس آسیب می‌بیند و آسیب‌های جبران ناپذیر بر آنها وارد می‌شود. از طرفی این افراد از حس صمیمیت و جنبه‌های عاطفی رابطه جنسی بهره نمی‌برند و دائما در فکر و خیال می‌باشند و بنابراین لذت به اورگاسم رسیدن با همسر خود را از دست می‌دهند. یکی از عوارض بسیار شایع خودارضایی زودانزالی می‌باشد. اگر خودارضایی در شخص مکرراً تکرار شود، ارضا شدن برای فرد در آن حالت یک عادت می‌شود و سریعاً اتفاق می‌افتد. مورد بعدی، ریزش مو. مسئولیت رشد مو و استحکام آن در بدن به عهده پروتئین‌ها می‌باشد. از آنجایی که مایع خارج شده هنگام ارضا شدن 10% پروتئین به همراه خود دارد، مداومت بر خودارضایی باعث از دست رفتن استحکام مو و ریزش مو در فرد می‌گردد. مورد بعدی، ایجاد اختلال در دید. اختلالات هورمونی ناشی از خودارضایی و عدم تعادل هورمون‌ها در بدن این شخص ممکن است نشانه‌های خود را در بینایی نشان دهد و سبب تاری دید یا در بلند مدت ضعف بینایی گردد. مورد بعدی، درد. انجام عمل خودارضایی به طور مکرر ممکن است ایجاد درد دائمی در ناحیه کمر و کشاره ران را به دنبال داشته باشد. این دردها در صورت ادامه یافتن می تواند در فعالیت‌های روزمره شما اختلال ایجاد کند. مورد بعدی، اختلال نعوذ. این مشکل بسیار جدی می تواند در اثر خودارضایی نیز ایجاد شود. خودارضایی بیش از حد ممکن است سبب نعوذ نرم شود و حالت تناسلی شما را ضعیف کند. مورد بعدی، ضعف در سیستم عصبی. همان گونه که بیشتر گفته شد، خودارضایی سبب از دست رفتن مواد مغذی از بدن می‌گردد. بنابراین می‌تواند بدن را در مقابل بیماری‌ها آسیب‌پذیر نماید و عملکرد بدن در مقابل میکروب‌ها را به طور محسوسی کاهش دهد. به همین دلیل افرادی که خودارضایی می‌کنند، زودتر مریض می‌شوند. مورد بعدی، از دست دادن زیبایی. از بین رفتن شادابی چهره و به خصوص بیرمق شدن چشم‌ها از عوارض قابل مشاهده شخص در خودارضایی می‌باشد. حالت چهره در افراد ارتباط مستقیمی با سلامت روحی و جسمی آنان دارد و از آنجایی که خودارضایی اثر مخربی بر این مسئله می‌گذارد، می‌تواند زیبایی را نیز دچار مشکل نماید. مورد بعدی، بی اختیاری در ادرار. این مورد از شرم‌آورترین عوارض خودارضایی است و تأثیر بسیار مخربی بر روی اعتماد به نفس شخص و
حضور وی در اجتماع دارد. خود ارضایی ممکن است به مرور باعث ضعف در کنترل ماهیچه‌های مجاری ادرار شود و باعث شود فرد به خاطر شرمساری از بوی بد در اثر بی اختیاری ادرار از جمع‌ها فاصله بگیرد. مورد بعدی، بر هم ریختن نظم عادت ماهیانه و درد بیشتر. دخترانی که عمل خود ارضایی را زیاد انجام می‌دهند و به آن اعتیاد دارند، در هورمون‌های بدن خود اختلال ایجاد می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود عادت ماهیانه آنها به هم بریزد و در دوران قاعدگی درد بسیاری داشته باشند. مورد بعدی، احساس گناه. خود ارضایی در فرهنگ ما به شدت نهی شده است و از نظر مذهبی گناه کبیره محسوب می شود. اگر اعتقادات مذهبی در شخصی بیدار باشد، احساس گناه آزاردهنده ای را برای خود ارضایی تجربه می کند. اختلال در زندگی روزمره. در برخی موارد نادر ممکن است افراد بیش از اندازه به خود ارضایی اقدام کنند که ممکن است آنها را از کار، مدرسه یا رویدادهای اجتماعی دور نگه دارد، عملکرد روزانه فرد را مختل کند، مسئولیت‌ها و روابط او را تحت تأثیر قرار دهد. جایگزینی برای فرار از مسائل مربوط به روابط یا جایگزینی برای تجربیات زندگی باشد. در این حالت فرد باید تحت درمان توسط یک روان درمانگر یا متخصص سکسولوژی قرار گیرد تا بتواند رفتار جنسی خود را مدیریت کند. توصیه‌هایی برای رهایی از خودارضایی. حتما در طول این مدت که می‌خواهید خودارضایی را کنار بگذارید، با یک مربی یا درمانگر در ارتباط باشید. این مسئله کمک فراوانی برای ثابت قدم شدن شما در این راه خواهد داشت. مورد دوم، به این توجه کنید که چقدر از مسیر راه آمده اید. ترک عادت‌های مخرب معمولاً 40 روز زمان می‌برد. به خود امیدواری بدهید تا بتوانید به نفس خود غلبه کنید. مورد سوم، عوارض خودارضایی را دائما مرور کنید. احساس گناه و شرمساری که از این کار تجربه کردید را به یاد بیاورید. این کار به شما کمک می‌کند بیشتر سر تصمیم خود بمانید. مورد بعدی، اگر شرایط ازدواج را دارید، اقدام کنید تا فشارها از روی شما برداشته شود. مورد بعدی، سعی کنید از لباس‌های تنگ و چسبان استفاده نکنید، زیرا این لباس‌ها با تحریک اندام تناسلی ممکن است شما را به سمت این کار ترغیب کند. مورد ششم، موهای زائد ناحیه تناسلی خود را بزنید، زیرا حس خارش در آن ناحیه می‌تواند عاملی برای رفتن به سمت خودارضایی باشد. و در پایان متوجه خواهید شد که خودارضایی نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کشور دیگری مورد تایید قرار نگرفته شده است، لذا هیچ گونه فوایدی را نیز به دنبال نخواهد داشت. ممنونم که با فارسی مدیا همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.